پیوستن سویدن به ناتو در رفع آسیب پذیری های این سازمان نظامی به ویژه در شمال اروپا نقش کلیدی را بازی خواهد کرد. دلیل آن هم این است. سویدن پیشرفته ترین تحت البحری های نظامی را در اختیار دارد که برخی توانایی های آن را نه تحت البحری های نظامی امریکا دارد و نه از روسیه. کارشناسان میگویند که با پیوستن سویدن به ناتو قایده بازی در آبهای شمال اروپا به ویژه در بحیره بالتیک به نفع این سازمان تغییر خواهد کرد. بحیره بالتیک با روسیه هم مرز است و در آن هشت کشور به شمول آلمان بندر دارد. بنان از ره گذر موقعت استراتژیک بسیار مهم تلقی می شود. این بحیره زیر ساخت های مهم اروپا به شمول خط لوله انتقال گاز نارد استریم را نیز در خود جا داده است. در این بحیره ساحات زیاد است که می توانیم مانع تحرکات حریف به اراده و خواست خود وی شویم. بنان می خواهم این را بگویم که تنها با پنج تحت البحری می توانید تحرکات حریفتان را در این بحیره محدود کنید. حد اوسط عمق بحیره بالتیک تنها حدود سی متر است آنچه به کارگیری مؤثرانه تحت البحری های هسته امریکا و روسیه را دشوار می سازد. درست همین موضوع تحت البحری های سویدن را دست بالا می دهد. تحت البحری های نو گوتلند سویدن یکی از پیشرفته ترین تحت البحری های غیر در غرب است. این تحت البحری ها هرچند با استفاده از تیل دیزل فعالیت می کند اما می تواند برای مدت طولانی تر در زیر آب باقی بماند و خطر کشف آن هم از سوی دشمن کم است. سویدن همین حالا روی ساختن تحت البحری های پیش تر به نام A26 کار می کند و قرار است دوی آن تا چار یا پنج سال آینده به قوای مسلح سویدن تسلیم داده شود. و اما در فنلند که سه پیش به ناتو پیوست این کشور مرز طولانی با روسیه و زیر های بزرگ چون سرک ها و خطوط آهن دارد آنچه برای حمل و نقل سربازان ناتو مهم است And 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 به حیث یک نظامی مسلکی برایتان گفته می توانم که توانایی انتقال سریع منظم و موثر وسایل نظامی سربازان مهمات و تجهیزات بسیار مهم است بناهن دسترسی به هر گونه زیر ساخته که منجر به انتقال سریع قوا شود چون بنادر میدانهای هوایی خطوط آهن چاره ها در جنگ نقش بزرگی دارد این در حال است که انستیتوت امور بین المللی فنلند با نشر یک پژوهش تازه گفته است که قوی مسلح کشورهای غربی از لحاظ داشتن تأسیسات نظامی در قطب شمال ده سال در مقایسه با روسیه عقب ماندهاند از هم فنلند در نظر دارد تا بخشی از جتهای جنگی اف سی خود را در قطب شمال مستقر کند بیرو رحمانی تلویزیون آشنای صدای آمریکا، شهر واشنگتن دی سی